درود دوستان و سروران، در خدمتون هستیم برای فال روزانتون. امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوبه خوبه خوب باشه. دوستان عزیز، من مثل همیشه خوش آمد میگم به عزیزانی که تازه عضو کانال شدن. خیلی خوش آمدین یاران، صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تک تک شما هستم. ببینیم چه خبر است در فال شما، در کار شما. دوستان، من مثل همیشه از کارت های هیجانی شروع می کنم. ببینیم شما عزیزان دل در چه هیجاناتی تشریف دارید. من کارت ها رو مخلوط می کنم. اپ اپ اپ، یک کارت خودش افتاد، جدا شد. داوطلب هستین؟ داوطلب برای چه کاری؟ خودت شاید بهتر بدونین یا اینکه بعد می خواهید دانست و به من میگین. داوطلب هستم یه کاری انجام بدم، یعنی خیلی دوست دارم یه کاری رو بخوام انجام بدم. یعنی داوطلبی وقتی که میگن برای اینجا یا برای فرانسوی یا، یعنی که واقعا دلم میخواد یه کاری رو انجام بدم. خیلی هم خنده رو هستیم و خوشحال از این مسئله. دیگران در ارتباط با شما میترسن ازتون. خب شما هر چقدر که شاید پیشنهاد بدین که میخواین بیاین کاری رو انجام بدین، دیگران خودشون رو کنار میکشن، میترسن از شما. چرا؟ فکر میکنن شما شاید لولو خورخوره هستین. ببین کارت بعدی، کارت بعدی از نظر عدد شناسی چه کارتی هست برای شما. من یک کارت، اولین کارت، این اومد اولین کارت، عدد 8 براتون افتاد. من جایگاه خودم مشخص میکنم. 8 رو وقتی که برعکس میذاریم دوستان، عدد علامت بی انتها میشه. خب یعنی که من جایگاه خودم رو مشخص میکنم، من شایستگی خودم رو نشون میدم و من از حقوق خودم دفاع میکنم و من مبارز هستم و ولی وارد خشونت نمیشم. خودم نمیخوام اعاده، یعنی یک کاری کنم خودم اون عدالت رو برقرار کنم. میذارم اونایی که مسئول عدالت هستن برقرارش کنن. من امین هستم و اینکه و من به خودم احترام میگذارم با گفتن نه. خب ببینیم کارت های بعدی رو. کارت های بعدی دوستان عزیز، من یادم رفت از کارت های سبز اول استفاده کنم، اشکال نداره. حالا کارت های سبز رو بعدش استفاده میکنیم، یکم اینور یکم اونور، مشکلی نیستش. ببینیم کارت های دیگر رو با هم. دوتا کارت براتون افتاد. مثل که امشب کارت ها خیلی عجله دارن، میخوان بیافتن و حرف بزنن. این کدات کارت چی بهتون میگه؟ ببینید دوتا کارت حرف از چوب میزنه. در حال آماده شدن یک مسئله برای زندگیتون هست دوستان. یک مسئله داره آماده میشه در شما دوستان و دارم میبینم که عمل و اکثر عملهای مسئولانه دارم میبینم. پر از شوق و اشتیاق هستم، مسئول هستم و اینکه هر کاری رو که میخوام بکنم قبلش دارم فکر میکنم و بعد عمل میکنم. در اون ارتباط همه چیز مشتتون هست دوستان. یک مسئله که شادم در مورد شک دارین، دارم میبینم که شکتون به یقین داره، حالا تبدیل میشه یه اتفاقاتی داره میافته اینجا. خب ببینیم کارت های بعدی بهتون چی میگن. از کارت های توین فلم براتون استفاده میکنم. ببینیم کارت های توین فلم بهتون چی میگه. الان فراوانی اینجا از آن شما هست دوستان عزیز. حرف از فراوانی میزنه. چقدر خوب کارت فراوانی. امیدوارم همیشه کارت فراوانی برامون بیفته دوستان. و ما این کارت بعدی رو با هم دیگه دو تا کارت افتاد براتون. فراوانی دوستان، یک مسئله خوب داره سراغتون میاد، یه مکالمه داره میاد به سمتتون که انتظارش رو ندارین. در این مکالمه حرف از کارها، اقداماتی که قبلا انجام دادین داره میزنه دوستان عزیز و مکالمه خوبی هستش. مکالمه هستش که به شما دلگرمی و امید میده و اینکه پروژه مسئله‌ای که در اون هستی ممکنه ملکی باشه، ممکنه خانوادگی باشه، ممکنه مالی و مادی برای خودتون باشه، پروژه زندگیتون باشه دوستان که در اون دارم میبینم که شاید بر سر دوراهی بودین و تردید داشته. خیلی از مسائل برای شما اینجا داره مشخص میشه. حالا ببینیم با هم دیگه در ارتباط با کارت های دیگه دوستان. من مثل این جدیدها بریم ببینیم که شما باز در چه انرژی های تشریف دارین. از آرکان های ماژور تا روت کبیر استفاده. مثل کارت ها واقعا مقدار لج و لج بازی میکنن.
کجا تشریف دارید؟ خب شما اینجا افتادین عزیزم. اوکی، یکی اینور و یکی اینجا، شما این وسط. این کارتی نیست که بریتون نمی کنه. اوکی. یک بستگی داره از تو زندگیتون برداشته میشه دوستان. نه، یه سری از شما احساس میکنین یه سنگینی، یه بستگی توی زندگیتون هست داره برداشته میشه. حرکت دارم میبینم در مقابل آنچه که تا حالا یک گره کور مثل این که توش افتاده بود. و دارم میبینم که به هر حال یک سری از مسائل برای شما دارم میبینم که داره درست میشه. حداقل شخصی، کسی که ممکن هستش که کارشناسی باشه، کسی باشه، دارم میبینم که یک سری چیزهای خوب رو داره برای شما اینجا قلم میزنه، رقم میزنه. به هر حال من اینجا رفتن از یک بستگی دارم میبینم براتون. خب ببینیم کارت های دیگر رو با هم. من از دست کارت های اوشو زن تاروت استفاده میکنم برای خوندن کارت ها. و ببینیم که نه، اینو برای خوندن کارت ها استفاده میکنم. در این قسمت قسمتی هست که من از این کارت ها برای انرژی های بارز شما استفاده میکنم. برجسته شما یک انرژی مثبت داره به سمتتون میاد، یک شروع، یک نفس و یک جان. دوباره عزیزان دل دارم میبینم که بسیار بسیار سر حال خواهید بود. در مورد انرژی مثبتی که دارم میبینم، دقیقا از یک بستگی دارین در میان دوستان. دقیقا دارم میبینم که دو مرتبه میتونین اعتماد کنین، مسائل دارن حرکت میکنن و بسیار خوب. و ما در ارتباط با چالش شما چه چیزی چالش دیگه قرار نشد دوتا باشه. چالش شما این هستش که آرامش خودتون رو حفظ کنین، تعادل خودتون رو حفظ کنین، در هر مسئله خوب مذاکره کنین دوستان و تلاش کنین. و ما در ارتباط توصیه کارت ها این هستش که به اون صدای درونی خودتون دوستان توجه کنین. یک سری از شما واقعا چشم سومتون باز هست، صدای درونیتون کاملا رسا هست، پس سعی کنین بهش توجه کنین. اخبار متفاوتی رو دارم میبینم که اینجا داره به سمتتون میاره دوستان عزیز. خب حالا میریم سراغ اوشو زن تاروت. ببینیم با هم دیگه اوشو زن تاروت بهتون چی میگه. اول در ارتباط با مسائل احساسیتون دوستان، میگه که دامنه زندگی احساسی شما داره ثروتمند میشه. به هر حال اینجا من میبینم که آماده هستین و یک مسئله داره برای شما. الان یه مکالمه داره به سمتتون میاد، اون بالا هم حرف از مکالمه میزد، خبری داره ممکن از شخصی به سمتتون میاد و یا ابتدای یک دوستی اینجا ممکن هست باشه، ابتدای یک آشنایی براتون باشه. دو تا کارت تاروت کبیر براتون افتاده که حرف از این میزنه توانایی شما و تغییر زندگی احساسیتون. ممکنه یک سریتون واقعا به این زودی وارد یک رابطه جدید هم بشین دوستان. خب ممکنه این شخص رو جزئی از حالا یا اون دامنه دوستاتون باشه یا اینکه خیلی وقت نیست که من این شخص رو میشناسم برای اونایی که وارد یک رابطه جدید میشه. وگرنه برای یه سری دیگه ممکنه از شخصی که نسبت بهش احساس دارین خبردار بشین دوستان. به هر حال لذت دارم میبینم و شادی در زندگی احساسیتون. در مورد مسائل کاری نگاه میکنم براتون. اوکی، شرایط ممکن استش آسان نباشه ولی شما دارین خودتون رو وقف میدین دوستان و حرکت دارم میبینم، صحبت هایی دارم میبینم داره به سمتتون میاد. در مورد زندگی کاری، قضایی، اداری که ممکن استش یک سری از شما احساس کنین که تحت فشار هستین. و ما در ارتباط با کارت های بعدی، کارت بعدی در مورد کارت های مادی بهتون میگن که استراب ممکن هست داشته باشین در مورد زندگی مالیتون. در مورد زندگی مالیتون دوستان عزیز، من یک سری از استراب ها که دارم میبرم میگه که غلط هستش، ترس هایی رو دارم میبرم دارین غلط هستش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من احساس میکنم که همه اینا زایده خاطر خودتون هستش. یک سری از شما ممکنه خرج هایی رو در ارتباط با فرزندانتون داشته باشین که این خرج ها هستن که شما رو مضطرب میکنن و میترسین از اینکه یه چیزم اون تهش نباشه. در ارتباط با زندگی احساسیتون دو تا کارت براتون میچینم، یکی اینجا دو تا و اما یکی دیگه. باز هم دو تا تاروت کبیر براتون افتاده. یک مسئله دارم میبینم بعد از مدتی که پنهان بوده داره آشکار میشه. کسی که ممکن است از شما دور شده بوده باشه دوستان، ممکنه که با شما وارد مکالمه بشه عزیزان دل و خودش رو نشون بده.
در مورد زندگی کاری، خب دوستان، در مورد، ببخشید یه لحظه مجبور بودم قطع کنم تلفن چیز رو، گوشی رو، یعنی گوشی که وقتی که بهتون میگم منظورم همین دستگاهه که فیلم میگیره. خب ببینیم که در ارتباط با مسائل اداری، حالا قضایی، کاری، هر چیزی که هست، دوستان دارم میبینم که کائنات در کنارتون هستن. یک مسئله که شما رو دارم میبینم که اینجا دیدیم تحت فشار قرار داده، اینجا دارم میبینم که مسئله داره اتفاق میفته که سپاسگزار خواهید بود از این مسئله و موفقیت براتون میبینم. در مورد مسائل مادیتون صبوری دارم میبینم و اینکه یه مقدار ترس دارم میبینم. برای چی دوستان؟ من احساس میکنم که یک سریاتون شاید یه سرمایه گذاری کردیم میترسین. یک مسئله دارم میبینم که اینجا احساس میکنین که دست والتون بسته هستش و یه مقدار همون ترس هایی که قبل بهتون گفتم بیشتر ترس هایی هستش که بیشتر از ذهنتون هست، بیشتر از اون تصویر سازه های خودتون هست تا اینکه بخواد واقعیت داشته باشه. خب ببینیم در ارتباط با شما عزیز دل، حال و احوال شما چه خبر است؟ در ارتباط با حال و احوال شما دوست عزیز میگه که من تصویری از آینده دارم و اینکه میدونم که این تصویر ساخته خواهد شد و میگه که من مستقل هستم و همچنین شکوفا هستم و اینکه هیچ چیزی کم ندارم توی زندگی. خب خدا رو شکر. یک سری از شما عزیزان دل دارم میبینم که واقعا اینجا روی خودتون داری کار میکنین و هدفمند هستین و بنابر آنچه که هدفتون برای خودتون تعیین کردین زندگیتون هم داره جلو میره. خب اینجا گربه مرتضی علی دوستان، حضرت دود، حضرت نو، هر چی که اسمشو میذارین، من جوجه اردک زشت بازی داره در میاره و اینکه میگه که من دست رد بهت میزنم قبل از اینکه دست رد بهم بزنی و من مادی هستم و بیشتر به کارم و مادیاتم فکر میکنم و به احتیاج دارم که اونها جلو برن. یکم همیشه دچار مشکل مادی هستش، عقده مادی داره دوستان یانگ، همیشه پولش کمه، همیشه باید وشه اجتماعیش درست باشه، همیشه باید همه بهش بگن به به عجب آدم خوبی، کفشش قشنگه، ساعتش قشنگه، ماشینش هم قشنگه. اوکی ببینیم با همدیگه در ارتباط با کارت های دیگه، در ارتباط با پیام شخص مورد نظر شما عزیزان میگه، تو میگه که من میدونم که تو مال منی و من مال تو و من اون نیمه دیگه تو هستم و این که جفت روحیت هستم و توین فلیمت هستم و پارتنر کارمیکت هستم و من و تو برای همدیگه ساخته شدیم. و اما در ارتباط با پیام فرشتگان برای شما چه چیزی هست دوستان عزیز؟ پیام فرشتگان میگه که پیامی که همه تون دوستش دارین، به مسافرت برو فرشته جون، یه خورده پولم بذار کف دستمون، دوست دارم ببینمت که یه مسافرتی داری آماده میکنی الان برای فقط لذت بردن، تو به اندازه کافی کار کردی و حالا باید یه مقداری استراحت کنی. این پروژه باعث میشه که تو ایده روشنی داشته باشی و تصمیم نهایی رو بگیری، من در کنارت خواهم بود و من چیزهای خوب رو به تو نشان خواهم داد. و اما عزیزان از دست رفتم و ببینیم چی بهتون میگن. حضور، یه وقتایی هست که وقتی که برمیگردی یا وقتی یه باره میپری ولی که احساس میکنی کسی پشت سرت هست، بدون که من اونجا هستم و من وقتی که تو احساس تنهایی میکنی تو هیچ وقت تنها نیستی، من اونجا هستم و اون چیزی که تو بهش فکر میکنی برای من هم مهم است. دوستان عزیز، روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی و آرامش باشه. عزیزان دل من روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار.